یک عالمی یک نفر دستش گرفت، جناب شیخ یه سوال دارم. گفت سوالت بکن، من نمیستم، دنبال من دو بزن. گفت جناب شیخ اینطوری که نمیشه. گفت که این خورشید رو میتونی نگه بدارید؟ گفت نه، خورشید که نمیسته. گفت منم نمیتونم بیستم، وقت ندارم. خورشید داره حرکت میکنه، همطور نفت میرسونه، من وقت ندارم که یک ساعت پیش تو بیستم. من دنبالم را بیفت، جواب میدم، من باید برم، حرکت بکنم، همجور برم. توقف ممنوعه. و ابن خلدون میگه که تا زمانی که خورشید بر زمین میتابه هیچ چیزی محال نیست، و هر کاری که یک نفر انجام داد، نفر دوم اگر خودش بخواد انجام میده، چون برای یک بار آزمایش شده توسط انسان. اگر ابوبکر درست شده، امروز هم درست میشه، اما نه اون ابوبکر، ابو قحافه، ابوبکر آخر الزمان. پیامبر یه روزی با اصحابش نشسته بود، اونا فکر میکردن خیلی بهش نزدیکن. بعد گفت یک گروهی از امت من در آخر الزمان با هزارها سال فاصله زمانی و مکانی بعد از من میان در آخر الزمان، از امت من که منو قبول دارن و منو ندیدن، ندیده منو قبول کردن، اما شما که منو دیدید، شاهد نزول قرآن بودید، جبرئیلو دیدید، جبرئیلو در شکل انسان دیدن، حتی در شکل دهیت الکلبی. حضرت عمر دوید رفت خارج از مسجد، دید که نیست. گفت یا رسول الله کی بود؟ گفت اون جبرئیل بود، آمده بود که امور دینتون بهتون یاد بده. دیدنش در شکل شخصی به اسم دحیت الکلبی آمد تو مسجد پیامبر، سوال و جواب کرد، صحابه نشسته بودن، سوال میکرد، پیامبر جواب میداد، بعد میگفت درست گفتی. تعجب کردن، این آقایی که ما هیچ کدوم نمیشناسیمش، لباسش هم سفیده، برق میزنه، اهل مدینه هم نیست، مسافر هم هست، لباسش چطوری گرد و غباری روش نیست؟ تعجب میکردن. بعد سوال میکنه، خودش هم تأیید میکنه. معمولا کسی که سوال میکنه نمیدونه، ولی این خودش سوال میکنه، خودش هم تأیید میکنه. بعد بلند شد و در رفت. رسول الله گفت که صلی الله علیه وسلم، فهمیدید این که بود؟ گفتن نه، ما نفهمیدیم. گفت این جبرائیل بود، جبرائیل امین، کسی که فرمانده کل آسمانه، خداوند جانشینی رو به جبرائیل داده. 600 تا بال داره که وقتی تو افق ملأ اعلی بالش رو باز میکنه، یک بالش افق رو میپوشونه. مطاع ثم امین، کل فرشتگان خدا به امرشن، مطاع ثم امین، اطاعت شده است در اونجا، ثم یعنی اونجا بالا. کسی میتونه باید مقابله بکنه؟ موشکای اسکود روسی است یا استینگر آمریکایی است که موشک رو خونسا بکنه؟ جبرئیله، گوشه بالش زیره سرزمین سوزون زد، از ریشه در آورد، سرزمین قوم لوط که عمل فاحشه انجام میدادن، هم جنس باز بودن، زمین رو از ریشه در آورد، بود به اون بالا وارونه پرس کرد رو زمین. کسی نمیتونه با اینا مقابله بکنه. و ما یعلم جنود ربک الا هو. قرآن بخونیم، قرآن بخونیم، بر بگردیم به قرآن، کتاب های دیگه نخونیم. مسلمان فقط داره روزنامه میخونه، از روزنامه خوندن آدم به جایی نمیرسه. درسته انسان باید اطلاعات عمومی داشته باشه، از زمانش اخبار گوش بده، حتی اخبار بدی هم گوش بده تا بدونه بدی یعنی چی. نه اینکه تو خونه بنشینه من گناه نمی کنم، من نمیخوام چیزی ببینم، این که نشد که. میخوام مثل ابوذر زندگی بکنی، برو یه خیمه بزن تو کوه، خود تنها زندگی بکن، نماز بخون، شب و روز بگو من نمیخوام گناه بکنم. بعد دیگه شرط تعمیلی کی؟ اگه همه ابوذر باشن. پیامبر به ابوذر گفت که تنها آمدی، تنها هم زندگی میکنی، تنها هم میمیری همونجا، رضی الله عنه. و قرآن خون. و ما یعلم جنود ربک الا هو. وقتی تو قیام میکنی برای اصلاح جامعه، بدون که پشتت گرمه، تکیه گاهت خیلی قوی است، چرا کمرت میلرزه،
چرا وقتی یک شایعه‌ای میکنن کمرت میلرزه، دلت میلرزه؟ مگه شک داری تو تیه گاهت؟ قرآن بخونی، همش قوت قلبه، همش فرموله، همش راهکاره، همش جهت دادنه، همش عزت و سربلندی و سعادته، همش تکامل، رشد، توسعه هست، توانمندی است. ماه قرآنه. پیامبر صلی الله علیه وسلم هر سال در ماه رمضان جبرئیل می آمد یک ختم کامل با پیامبر دور می کرد، با هم دور می کردن. تو سالی که پیامبر قرار بود دیگه با دار فانی با دنیا ودا بگه، جبرئیل دو بار قرآن رو با ایشون ختم کردن. در سال آخر جبرئیل دو بار قرآن رو ختم کردن. الان در مسجد الحرام هم دو تا ختم در رمضان می خونن. یک ختم از اول رمضان تا آخر رمضان در 20 رکعت تراویح، یک ختم هم شب سه جز در 10 شب آخر رمضان. خودمان از اول رمضان میخونیم، تو اون 10 شب که یعنی سه جز بخونن که کسی نخوابه، چون پیامبر اجازه نمیداد تو 10 شب آخر کسی بخوابه، نه خانواده‌اش نه اهل مدینه.